داستان شهرت بیتا فرحی به دوران قبل از بازیگری برمیگرده، زمانی که بیتا یه دختر 15 ساله زیبا با چهره اصیل ایرانی و فعال در عرصه فرهنگی بود که تونست در یه مسابقه جهانگردی در تهران بین 400 نفر نفر دوم بشه و یکی از خبرسازترین چهرهای اون زمان بشه. با من همراه باشید تا در ادامه ویدیو زندگی این بازیگر جذاب رو براتون بازگو کنم. بیتا فرحی بازیگر معروف سینمای ایران تا پیش از انقلاب با نام بیتا لهارخانی دینبلی شناخته می شد. او متولد اول فروردین سال 37 بود. 15 ساله و دانش آموز دبیرستان مرجان بود که یه مسابقه فرهنگی با همکاری مجله اطلاعات بانوان و سازمان جلب سیاحان یا همون جهانگردی امروزی برگزار شد که حدود 400 دختر و زن جوان دانش آموز، دانشجو، خونه‌دار و شاغل در اون شرکت کردند. بیتا بعد از دختری به نام الهه نفر دوم شد. الهه برای نشون دادن فرهنگ غنی و تمدن ایرانی به جهانیان در اولین سفرش راهی لاس وگاس امریکا شد. بیتا هم به عنوان اولین سفر شهر بیروت لبنان رو انتخاب کرد تا نوروز سال 1352 با عنوان دختر نوروز با گروهی از دختران هنرمند ایرانی به این کشور سفر کنند و سنت، فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم و پوشش زنان ایرانی رو در قالب یک هفته فرهنگی در بیروت به نمایش بذارند. در افتتاحیه این مسابقات که در یک هتل مجلل در بیروت با حضور 1000 میهمان انجام شد، خواننده محبوب ایرانیان خانم گوگوش هم برنامه اجرا کرد و بیتا با چهره زیبای شرقی و لباسهای فاخر ایرانی با پارچه‌های اصیل قلمکار شرکت کرد و هدایای سوغات ایرانی به شهردار بیروت داد و همچنین از او هم هدایایی دریافت کرد. ملکه زیبایی لبنان و جهان هم در این برنامه حضور داشتند. این فستیوال با حضور 17 طراح مد و لباس معروف و خوشنام ایرانی برگزار شد که لباس‌های ارائه شده اونها مورد استقبال فراوانی قرار گرفتند. این اتفاق فرهنگی بازتاب زیادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های عربی، ایرانی و انگلیسی زبان اون زمان داشت. بعد از اجرای این برنامه، شهرت بیتا فرحی چندین برابر قبل شد و به تبع خواستگاران زیادی برای گرفتن جواب مثبت به خونه اونها می اومدن که در این بین بیتای 16 ساله حسن قریشی 40 ساله را انتخاب کرد. آقای قریشی چهره فرهنگی پرکاری داشت. مدیر چند نشریه مهم بود. سرپرستی روزنامه کیهان قبل از انقلاب به عهده او بود و یه چاپخونه هم داشت. این دو نفر در شهریور سال 52 در هتل هیلتون جشن عروسی باشکوهی رو برگزار کردند. جزئیات جالبی از این جشن در روزنامه ها منتشر شد. از مهریه 1,500,000 تومانی بیتا که مبلغ بالایی در اون زمان بود تا لباس عروس 16,000 تومانی با طراحی خیاطان معروف و جواهرات گرون قیمت اهدا شده از طرف خانواده عروس و داماد. عروسی مجلل اونها با حضور مطرب روحوزی و رقص و آواز سنتی برگزار شد. و چون بیتا ملکه جهانگردی لقب داشت، قرار بر این شد که بعد از یک هفته اقامت در هتل هیلتون برای ماه عسل 40 روزه در اروپا آماده بشن و بعد از بازگشت هم به سفر دور دنیا برن. سال 59 بود که بیتا در رشته هنر در یکی از مدارس هنر امریکا فارغ التحصیل شد و یک سال بعد دخترش مهسا رو به دنیا آورد. اما زندگی مشترکش چندی بعد به جدایی رسید. بیتا در سال 1368 توسط ناصر چشم‌آذر به کارگردان معروف مرحوم داریوش مهرجویی معرفی شد و به این ترتیب در 31 سالگی رسماً بازیگری را آغاز کرد و با کارگردانان بزرگی کار کرد و بسیار هم درخشید. همسر خانم فرحی در سال 1393 در سن 81 سالگی در مهشهر کرج به دلیل بیماری از دنیا رفت و دخترش مهسا هم در فرانسه زندگی می‌کنه. بیتای هنرمند، زیبا، نجیب و باوقار سینمای ایران در 4 آذر ماه 1402 در 66 سالگی به دلیل عارضه ریوی از دنیا رفت. روح این بازیگر توانمند شاد. ممنونم از اینکه همراه ما بودید.